به نام خدا سلام میکنم خدمت شما دوستان عزیزم امیدوارم حالتون خوب باشه توی این آموزش قراره که در این فرادرس زبان فرانسه سطح A2 رو با هم کار کنیم یعنی ابتدای سطح متوسط رو و همونطور که میبینیم قسمت اول پغله نمی کرد صحبت کردن در مورد یک ارتباط دوستانه قرار بر بررسی بشیم چند تا متن کوتاه رو در قالب مثال میاریم که

من یک نظرسنجی رو دیدم رو درباره دوستی میخواد حرف بزنه اینجوری شروع میکنه که من یه نظرسنجی دیدم قبلا همونطور که میبینید فعلمون اینجا توی پس کمپوزه صرف شده اوگزیریق اواغ به اضافه پقسی پسه فعل واغ که وو میشه جه وو انسوندج اونا آمایان سنگ غیمی اونا آمایان سنگ غیمی یعنی ما انسان ها حالا در کل آمایم به طور متوسط سنگ وغه امی پنج تا دوست واقعی داری وغه امی رمیتیه رمیتیه یعنی دوستی سه کان اون بیان دوستی وقتیه که ما به خوبی با هم کنار میاییم فیل آنتان به معنای شنیدن وقتی توی حالت پرونومینال میاد یعنی دو زمیره میشه معنی تفاهم داشتن و با هم کنار اومدن رو میده پس دوستی زمانی است که ما با هم دیگه کنار میایم ستون قراسیون کیه بزه سولا کنفیانس یک ارتباطی است سه این که ای بزه که پایه داره در اساسش بر کنفیانس اعتماد داشتنه سکان اون سوسان بیام و لطخ زمانی که ما دوباره اینجا فعلمون فعل سانتیق به معنای حس کردن به حالت پانومینل اومده ما احساس خوبی داریم اون سوسان بیام و لطخ با دیگری با اون دوستی که داریم در داشت حرف میزنیم ممسی اونه دیفقان ممسی حتی اگر اونه دیفگان ما با هم متفاوت باشیم اینجا همطور که میبینید اون چند بار استفاده شده گفتیم که اون هم به معنی ما استفاده میشه هم به معنی در کل عموم مردم یا به معنی یک شخص ناشناس اینجا توی این متن فکر کنم مشخصه که در مورد حالا ما به ارتباطات دوستانمون داره حرف میزن متن بعدی لمی ویختویل ستون پخسون کیه دان و کنتکت کلکن کنو کنه پف و خسمان Mais qui partage des choses avec nous. Il y a aussi l'ami pot, c'est le copain, ou le copine, ou la copine, que j'appelle quand j'ai envie de sortir, mais à qui je ne raconte pas des choses personnelles. Cette cest C'est une personne qui est dans nos contacts. هست در بین مخاطبای ما کنتکت های ما پس ستون پخسون کی شخصی که اینجا این که رو بهش میگیم پانون که داره این شخص رو به اون چیزی که در ادامه جمله هست در واقع نهاد و به گذاره ربط میده اینجا چون این پخسون این شخص درون مخاطبان ما هست توی این جمله نقش فاعلی داره با عنوان سوژه در نظر گرفته میشه این پرونوم کی میشه حالا ما توی فارسی همه پرونوم ها رو کی میگیم یعنی مثلا فرقی نداره سوژه باشه دو ابژه باشه هر حالتی که باشه که میگیم اما توی فرانسه حالا برای حالت فاعلی از کی استفاده میکنن پس دوست مجازی شخصی که توی کانتاکت هامونه پ فورسمون دون لا یعنی شخصی که کلکن، یک شخصی دوباره که که اون نکنه پ پا دان لغوی شخصی که ما دوباره اینجا این ما عمومیت داره یعنی در کل همه اونو داره میگه نکنه پ پا فخصمان الزامن نمیشناسیم این شخص رو دان لغوی در زندگی واقعی الزامن این شخصی که توی کانتکت ها هست رو نمیشناسیم نه اما کی پختج شوز نو اینجا این کی به چه شخصی برمیگرده ادامه جمله در واقع گزارمون میگه که پختج شوز یک سری چیزها رو به اشتراک میذاره اوک نو با ما به اشتراک میذاره چه کسی این کارو میکنه باز همون کلکم اینجا کلکم توی این جمله یک شخص حالا ناشناخته به عنوان یه دوست مجازی لمی اینجا ما الزامن اون رو نمیشناسیم اینکه ما اون رو نمیشناسیم توی جمله اون کنه پفخس ما به گونه میشه گفت کمپلمان دوبجه دیرکت فعل <سؤال> شناختن میشه ما او را میشناسیم اینجا یه حالت مفعولی داره در نتیجه به جای کی اینجا از کو استفاده شده که حالا اینا رو دونه دونه بهشون میپردازیم و کو که حالت مفعولی داره وقتی به اون که با حرف صدادار شروع میشه وصل میشه او آخرش هست میشه آپوستروف میگیره اما توی جمله دوم که با ما یک سری چیزها رو به اشتراک میذاره توی جمله دوم نقش فاعلی داره در نتیجه از این پرونوم غلطیف کی استفاده میکنیم پرونوم غلطیف یعنی زمیر ربطی اما حالت دوم ایریه او سی می پوت پوت یعنی دوستی که حالا رفیق توره یعنی دوستی که باش اوقات خوشی رو میگذارنیم اینجا تعریف کرده سلو کوپن او رفیقه حالا مذکر یا مهنسه اونه که جپل کان جی آنوی سختیخ یعنی چی؟ اینجا باز لکوپن یا لکوپین به اصطلاح آنت مرجع این زمیر ربطی که میشه دوست مزرکر یا معنیسیه که من بهش زنگ میزنم پس اینجا فعل جپل کمپلمان دوبجه یا مفعولش همین لکوپن یا لکوپین میشه در نتیجه پانوگولتیفمون اینجا حالت مفعولی داره رفیقی که من بهش زنگ میزنم کان جیانوی دو زمانی که من اشتیاق دارم برای بیرون رفتن می اما اکی جنوغه کند پا دو شوز که برای اون مسائل خصوصی و شخصیم رو تعریف نمی کنم. اینجا همونطور که می اکی استفاده شده یعنی ما علاوه بر کی که حالت سوژه و فائلی داشت و کو که مفعول مستقیمه یعنی کامپلمان اوبجه دیرکتمونه یعنی مثلا اینجا فعل اپوله اپوله کلکم بین فعل اپوله و مفعول که حالا مثلا لکوپین یا لوکوپن باشه هیچ کنه حرف اضافه ای نیست مثلا اپوله اکلکم اپوله دو کلکم فعل اپ... اپوله هیچ کنه حرف اضافه ای نداره در نتیجه ما اگر بخوایم مفعول رو یک زمیر ربطی براش انتخاب کنیم به سادگی کر رو انتخاب میکنیم اما توی حالت دوم فعل غکونته رو داریم در ادامه جمله جو غکونت دو شوز اکل کن. من مسائل شخصیم رو برای کسی تعریف میکنم در نتیجه اینجا که غکونت با امیاد دیگه مفعولمون مفعول مستقیم نیست کمپلمان دو بجه اندیرکت میشه پس چیکار میکنیم این ا پرپوزیسیون ا که بعد از غکونت میاد و میاریم میذاریم قبل از زمیر ربطیمون میشه می à qui yani le copain la copine qui que bah anha, man, şahsim, Alors, la meilleure amie c'est quelqu'un qui connaît tout de notre vie qui nous accepte comme on est c'est la personne à qui on dit tout et à qui on peut tout demander Quelqu'un qu'on peut voir tous les jours sans jamais en avoir marre des amis comme ça on en a un ou deux maximum d'autres idées l'ami collègue l'ami confiant l'ami confident l'ami distant l'ami toxique l'ami que vous aimez bien mais qui pose toujours toujours problème Hop, la meilleure amie in in la la meilleure amie دوست حالا این که توی پرانتزه یعنی میتونه این بهترین دوست معنیس هم باشه کلمه میاغ به معنای بهترینه که اینجا صفت این در واقع امی یا دوست حالا بهترین دوست چه کسیه طبق حالا نگاه کسی که این متن رو نوشته سه کلکن کی کنه تو دو نوت وی سه کلکن هست کسی که کسی کلکن کی کسی که میداند میشناسد تو همه چیز رو دو نوت وی در مورد زندگی ما پس بهترین دوست ما کسیه که اولا همه چیز رو در مورد زندگی ما میدونه اینجا باز فعل کنت کلکن سوژه فعل کنت کسیه که همه چیز رو میدونه در نتیجه این که حالت فاعلی داره باز اینجا حالت فاعلی داره کی نوز اکسپت کام اونه که ما رو میپذیره اینجا نو مفعول فعل اکسپته کسی که ما رو میپذیره کام همانطوری که اونه ما هستیم اینجا این اون به همون نو برمیگرده کسی که ما رو همونطوری که هستیم میپذیره این حالا دومین ای که در مورد دوست بهترین دوست میده در ادامه سه لپخسو اکی اوندی تو ای اکی اونپو تو دومانده. خب اینجا دو تا فعل داریم فعل دیغ به معنای گفتن و دومانده به معنای درخواست کردن خواهش کردن هر دو فعل دیغ و دومانده رو ما با پرپوزیسیون ا استفاده میکنیم. یعنی دیغ کلکوشوز ا کلکم یا دومانده کلکوشوز ا کلکم در نتیجه اینجا باز مثل اون متن قبلی پرپوزیسیون ا رو باید قبل از کی بذاریم که جمله اون کامل بشه سرپخسون شخصی است که همه چیز رو بهش میگیم و هر چیزی رو ممکن ازش بخوایم. اکی اوندی تو همه چیز ای اکی اون پو تو دوباره همه چیز دومانده ما میتوانیم همه چیز رو بخوایم. اینجا چون فعلمون سومی و نیمه کمکی پو پوواغ به معنای توانستنه بعدش دومانده در حالت مستری میاد و گزاره دیگه کلکن کمپو وق تو لجوغ سانجم آنواغ مغ شخصی که بهترین دوست شخصی است که ما می توانیم ببینیمش هر روز شخصی که هر روز می توانیم ببینیمش سان جمه آن اواغ مغ اوواغ مغ یعنی خسته شدن از چیزی حالا اینجا طبق چیزی که داریم می توانیم این شخص بهترین دوست شخصی که می توانیم هر روز ببینیمش بدون این که سان بدون اینکه که هرگز آن مغ باز اینجا avoir mar یعنی خسته شدن بعدش پرپوزیسیون دو میاد avoir mar دو کلکم خسته شدن از کسی به همین دلیل حالا اینجا زمیر آن رو آورده سانجم آن avoir mar پس این آن زمیریه که به این کلکم برمیگرده چون avoir mar با پرپوزیسیون دو میاد اینجا از زمیر آن استفاده کردیم و در پایان میگه دزمی کمسا دوستان این چنینی دزمی دوستانی مانند این کامسا یعنی مانند این مواردی که حالا بالا با توضیح داد اونانه ا و او دو مکزیموم یعنی حتی اکثر یکی داریم از چنین دوستانی دوستانی از این نوع یا مکزیموم دو نفر حتی اکثر دو نفر پس اینجا باز میبینیم که زمیر آن استفاده شده به خاطر اینکه اواق دو مثلا چنین دوستی من یه همچین دوستی دارم بعد از فعل اواق پرپوزیسیون دو میاد در نتیجه اینجا دوباره این دزمی کمسا با زمیر آم معرفی شده و یه قسمت رو اضافه میکنه دوت خو ایده یعنی حالا دوستان دیگه حالت های که یه دوست میتونه داشته باشه علاوه بر میوغمی بهترین دوست رمی کلگ دوستی که حالا همکارمونه به واسطه کارمون باش دوست شدیم رمی کنفیدام دوستی که بهش اعتماد داریم حالا راز نگهدارمونه رمی دیستان یعنی دوستی که ازمون فاصله داره در حال حاضر کنارمون نیست و رمی توکسیک حالا دوست کسیک یعنی همون سمی توی پرانتز توضیح داده رمی که دوستی که ووزمه بیان شما خیلی دوستش دارید م اما کیپوز توجوخ پابلم همیشه مشکل ایجاد میکنه پس اینجا تو این جمله هم اگر دقت بفرمایید کسی که شما دوستش دارین مفعول مستقیم فعل دوست داشتن میشه کمپلمان دوبری دیرکت میشه در نتیجه از که استفاده کردیم لمی که بوزن دوستی که شما دوست داریم اما در ادامه میگه کی پوز تو جوغ ده ایجاد کردن این مشکلات همیشه توسط این لمی تاکسیک اتفاق میفته در نتیجه اینجا خانم غلطیفمون حالت فعالی داره یعنی همون کی خب مورد بعدی لزمی سپا کم ده شسوغ اون لکلاس پا دان ده کتگوری رمیتیه ستن لیان کیه سوان پرو دو که رمور ای کم پا پا ده فینیر آن این فرس میگه که لزمی دوست ها سپا کم ده مثل کفش ها نیستند این سه بچه همون ایتز انگلیسیه که به حالت جمع و مفرد نداره اینجا این سه که حالا مفرده در حالت عادی ولی همونطور که میبینیم به لزمی برمیگرده به جای اینکه بگه لزمی نو سومپه و سوغ یعنی دوستان مثل کفش نیستند اینطوری اومده به حالا به قول خودشون میزان کرده با این سه یعنی تأکید گذاشته روی دوستان میگه دوستان ویرگول مثل کفش ها نیستن سپا کام دشو سیور. اون لکلس پا دان د ما اونها رو توی کاتگوری ها و دستبندی ها طبقه بندی نمی کنیم اون کلاس اینجا باز ل مفعول فعل کلسه میشه ما آنها را طبقه بندی نمی کنیم در کاتگوری ها و دستبندی ها L'amitié douce, c'est un lien qui est souvent plus durable que l'amour. L'amitié, de gens qui c'est l'amitié est un lien qui est souvent. ou fait, l'amitié c'est un lien qui est souvent, ma galibin, plus durable que l'amour. Bah, tar az یعنی دوستی معمولا چیزیه که از عشق بیشتر دوام داره و طول میکشه E, compa, پا دفینیغ آن این و که نمیتونیم حالا این لمیتیه رو در قالب یک جمله تعریفش کنیم اون پا دفینیغ این حالا میخوایم تعریف بدیم وقتی که داریم در مورد ارتباطات دوستانه حرف میزنیم میخوایم یه چیزی رو تعریف کنیم یه سری فرمولا داشتیم توی اون متنایی که خوندیم مثلا لمیتیه میخوایم لمیتیه رو تعریف کنیم سه اون رلاسیون کی ا بزه سور کنفیانس ارتباطی است که روی اساس اعتماد ساخته میشه پس اینجا همونطور که گفتیم لمیتیه رو بعدش ویرگول میذاریم سه بعدش میاد سه تون رلاسیون کی و چنان مثال بعدی میگه لمیتی سه انلیان دو قبل باز به همون شکل یک ارتباط با دوامه مورد بعدی لمیتی سه کان اون تام بیان این هم یه فرموله که میتونیم استفاده کنیم برای تعریف کردنش دوستی زمانیه که با همدیگه خوب کنار بیایم. و مثال آخر لمی ویختویل دوباره ویرگول سه کلکن حالا به جای کلکن میتونیم بگیم رمی ویختویل سه کلکن کی ادان نو کنتکت یا میتونیم بگیم سه این پخسون کی ادان نو کنتکت این کلکن و این پخسون در واقع یه معنی رو حالا اگر بخوایم در مورد ارتباطات دوستانه حرف بزنیم در مورد اشخاص لپخسون مثلا ان کنتکت رو داریم یا واژگانیه که میتونیم استفاده کنیم یک کنتکت یه نفر که توی مخاطبان موبایلمونه یون کونسانس یک آشنا انکوپن یا این کوپین یک رفیق که تقریبا هم معنی همون پوت میشه ام امی یا ام باز همه این ویرگولا برای حالت مهنسشه یا ان یا این کسی که بهش اعتماد داریم اینا در مورد اشخاص بود توی بحث ارتباطات دوستانه حالا در مورد خود نوع ارتباطات دایره واژگانی که میتونیم استفاده کنیم سانتاند بیان گفتیم که آنتاند به معنای شنیدن توی حالت پرونومینال به اضافه سو سانتاند بیان به خوبی کنار اومدن نو no پس کنار نیومدن با هم سو سانتیق بیان و کلکم احساس خوبی داشتن به همراه کسی لکنفیانس به اعتماد اوواق کنفیانس اعتماد داشتن لا كومپليسيته همدلی اد كومپليس همدل بودن کنفیه کلک شوز اعتماد کردن در مورد چیزی سو کنفیه کلکم اعتماد کردن به کسی سو کنفیه اکلکم که یعنی فوق این کانفیدانس اعتماد داشتن به کسی خب حالا میرسیم به اون قانون قلطیفی که توی متن اشاره کردیم گفتیم کی حالت D'un sujet que complément d'objet direct, va acquis complément d'objet indirect, pour donner des précisions. mi-pote pote, le gentleman sort le La pot pote, c'est le copain que j'appelle pour sortir, mais à qui je ne raconte pas des choses personnelles. Gov, qui سو... در واقع کمپلمنت اوبژش دیرکت مستقیمه در چه از کو استفاده میکنیم این کو نهاد جمله یعنی همون لوکوپن رو به گزاره که در ادامش میاریم بهش زنگ میزنم وصل میکنه نسبت به نقش دستوری که توی جمله داره اینجا چون کمپلمنت اوبژه دیرکت کو اومده توی جمله بعد گفتیم چون غکونت اکل کن میشه اکی استفاده میشه مورد بعدی لمه یاغمی سه کی کنه تو دو نوتر وی اکی اون پو تو دو کن وار تو لجور باز اینجا کی حالت سوجشه اکی کمپلمان دوبجه اندیرکت برای فعل دو مانده دو اکل کن و این حالت هم که کن پو وار تو لجور کمپلمان دوبجه دیرکت مورد بعدی لامی ا اون رلاسیون اوز میخوام لامیتیه ا این رلاسیون کی بعضی سور کنفیانس باز رابطه یکی بر پی اساس اعتماد ساخته شده که اینجا اتخ بزه حالت سوژه داره در درسته که فعلش پای ریزی شده حالا حالت مجهول داره ولی از نظر دستوری اینجا این این نقش نقشه سوژه رو داره در نتیجه از کنون کی استفاده میکنه سه کن نو پا این اما در ادامه ما این لیان این ارتباط دوستانه رو تعریف میکنیم در جا. اینجا چون کمپلمان دوبجه دیگه از که استفاده میکنیم که همونطور که گفتیم که که اینجا یه موردش هست وقتی که به کلمه ای وصل بشه که با مثبت با حرف صدادار شروع بشه این او آخرش هست میشه و می گیره حالا قانون این پانوم غلطیف رو هم که مرور داشته باشیم پانوم کی ای لسوجه دو یعنی پانوم کی فائل فعلیه که در پیش میاد که کمپلمان دوبجه دیرکت فعلیه که در پیش میاد اکی کمپلمان دوبجه اندیرکت یعنی اینجا توی این جمله به عنوان مثال کنه فعل کنه شناختن فاعلش به نوعی این کی میشه از نظر دستوری درسته که این کی به لپ برمیگرده ولی باید بگیم که سوژه این فعل کنه خود کی هستیم این مثلا اینجا سوژه اپوله درسته که از نظر معنای لوکوپنه و این کو کمپلمان دوبجه دیرکته و توی این مثالم که اندیرکته le pronom à qui est le complément d'objet indirect du verbe qui suit. Voilà, le tweet décrire le caractère d'une personne رو بررسی il y a une personne que j'adore et à qui j'aimerais rendre hommage Moi, il y a برای من حالا من یک شخصی در زندگیم وجود داره که جدوغ شخصی وجود داره که من عاشقشم ا اکی جمغه غاندغ آمج و کسی که به اون علاقه دارم که ادای احترام کنم پس تا اینجا یک شخصی هست که من عاشقشم و دوست دارم بهش ادای احترام کنم ست qui a کی mon enfance منانفانس s'est بکو occupée de moi سه une personne یک شخصیه که a illuminé mon کودکی من رو روشن کرد این a illuminé حالت پس کمپوزه است elle s'est بکو de moi بازم اینجا هم پس است elle s'est beaucoup occupée به اضافه پخسی پسه. خیلی در واقع مراقب من بود کودکی من رو روشن کرد و بسیار مراقب من بود elle s'appelle سمگام پترنل این شخصی که دارم در موردش حرف میذارم اسمش ژولیت و مادربزرگ پدری منه سمگرامر پترنل سهتون فم انتلینت ژنرز ژویوز الدوغ لزانفان یک زنیاست سهتون فم این ژولیت مادر بزرگ من زنیست ست باهوش ژنروز Et elle adore les enfants elle a été présentée à tous les moments importants de ma vie mais l'année dernière elle est partie vivre en province elle me manque beaucoup elle a été présente à tous les moments importants de ma vie elle a été présente à dar. طول ماما همه لحظه های زمان های امپختان مهمه زندگی من پس این جولیت مادر بزرگ من در تمام لحظه های مهم زندگیم حاضر بود اما لندرنیق سال پیش اله پختی او رفت ویور آن پروونس که در شهرستان زندگی کنه توی یکی از شهرستان ها زندگی شده بده پس لندرنیق اله پختی vivre پس بعد از اله پختی فعل اون رو توی فعل زندگی،, زندگی کردن رو در حالت مستری آوردیم رفت که در شهرستان زندگی کنه المامانک بکو دلم براش خیلی تنگ شده توی این متن حالا شخصی که این متن رو نوشته در مورد مادربزرگش بزرگش جولیت یه سری چیزها رو در مورد کاراکترش توصیف کرد مورد بعدی جوودغه و پغله دو کریستین میخوام در مورد کریستین باهاتون حرف بزنم Nous رانکنتر sommes rencontrés dans le train Paris-Madrid et nous avons tout de suite sympathisé. Nous nous sommes rencontrés. اینجا چرا نو دوباره استفاده شده به خاطر اینکه فعل رانکونتره حالت پرونومینال داره توی این مورد این پرونومینال شدن یعنی دو تا زمیر داره دیگه یکی زمیر فاعلیشه که نو یعنی ما یکی این زمیر دوم که زمیر پرونومینال فعل رانکونتره میشه نونوسوم رانکونتره و این سوم هم که حالت پس کمپوزه بهش میده اینجا حالت رسیپروک داره فعل پرونومینالمون یعنی حالت تقابلی داره ما همدیگه رو ملاقات کردیم ما با همدیگه ملاقات کردیم دان لطخم پقی مدرید در قطار پاریس مادرید ای نوزوان تو سویت سمپتیزه و خیلی زود بلا فاصله با هم حالا یه همدلی پیدا کردیم کریستین ات اکسپنسیف بریانت je suis timide mais یعنی کریستین ای اکسپنسیو بریلیانت یعنی خیلی خوش برخورد و اجتماعی و خیلی بریلیان خیلی چشمگیر درخشنده است کریستین و من اموا جو سوی تیمید من خجالتی هستم کریستین خیلی خوش برخورده من خیلی خجالتی هم نو نوزدگون باز اینجا نو دوبار استفاده شده اینجا به این حالت به این فعل درون یعنی عاشق بودن یه حالت غصیب خوک و تقابلی داده ما عاشق همدیگه هستیم ا نونو کمپلتون پخفت ما اینجا دوباره فعل کمپلته با در حالت پرونومینال اومده و یه حالت غصیب خوک داره یعنی ما همدیگر رو کامل میکنیم در حد کمال همدیگر رو کامل میکنیم کریستین س پرو کونامی پور موا Elle est devenue دیگه که کریستین سه پلو کنمی پر ما پلو هست بیشتر از یک دوست برای من کریستین برای من بیشتر از یک دوسته اوفی دوتان یعنی در طول زمان اله دوونو منالتقه تبدیل به من دومم شده این کریستین سه کلکن اکی دو بکو ا جلم انفینیما یعنی اینکه یک شخصی است باز همون کریستین اکی جدوا بکو جدوا بکو یعنی کسیه که من خیلی بهش مدیونم دو واق اکلکن و اینجا باز با فرمول اکی استفاده کردیم شخصی است که من بهش خیلی مدیونم جدوا بکو اجولم انفینیمو و بی نهایت دوستش میدارم پس اول کاراکتر جولیت مادر بزرگش رو توصیف کرد اینجا کریستین دوستش رو حالا در قالب چند تا جمله توصیف کرد خب ما این سری حالت کالیفیکتیف داریم یه سری صفت داریم که به یه سری ویژگی های افراد اطلاق میشه و این حالا ویژگی ها خودشون میتونن در قالب اسم بیان یعنی حالا متوجه تفاوتشون میشیم یعنی میتونه حالت صفتی داشته باشه یا حالت اسمی مثلا پتیان یعنی صبور لپتیانس یعنی صبر شکیبا و شکیبایی شکیبایی حالت اسمیه میتونیم بگیم که یک شخص شکیبایی داره یا یک شخص شکیبا هست امپتیان حالا برعکسش لمپتیانس بی صبری کمپتان لکمپتانس تولغان لطولغانس پسیونان و انتقسان حالت اسمی همونطور که میبینید ندارن و اتوریتر که اتوریته میشه حالت اسمیش میشه کمپتان به معنای شایستگی میشه حالا اینجا حالت صفتشه که میشه شایسته لایق لکمپتانس به معنای شایستگی و لیاقت طلقان یعنی حالا صبور و خوددار و یه همچین چیزی طلقانس هم باز حالت اسمیش میشه و موارد دیگه پسیونان خیلی پرشور انتقسان جذاب و اتوریتر یعنی خیلی در واقع تمامیت خواه دیگه خیلی مقتدر هم میشه گفت و اتوریته که حالا اقتدار بهش میگه باز موارد دیگه مثلا دیسپونیبل یعنی در دسترس. یک شخص دیسپونیبل یا اینکه یک شخص دیسپنیبیلیته داره یعنی در دسترس بودن حالت حالا اسمیش میشه اگرسیف یا معنیسش اگرسیف خشمگین لگرسیون خشم حالت اسمیش میشه کوریو یا کوریوز به معنای کنجکاو کوریوزیته حالت اسمیش میشه جنرو به معنای سخاوتمند و بخشنده جنروزیته حالت اسمیش میشه شلغو به معنای یا شلغوز به معنای آدم خیلی گرم و سمیمی که حالت اسمیشو نداریم توی این قالب فوا یا فواد به معنای سرد که حالت اسمیش میشه لفواداغ و اگویست به معنای خودخواه که حالت اسمیش میشه لگویسم و لیماغ به معنای تنز و شوخی که حالت کلیفیکتیف نداره. خب حالا یه مبحث مهمی که داریم در مورد تطابق فعل و فاعل توی پختسی پسه ها هست همونطور که میدونیم پخت پس کمپوزه رو زمانی که میخوایم بسازیم اگزیلیه قعبوغ یا اتخ رو در زمان حال صرف میکنیم به اضافه اون حالا پختسی پسه اون فعل اما این پختسی پسه آیا بایستی توی مفرد مذکر مذکر معنس بودن و مفرد و جمع بودن با سوژه تطابق داشته باشه یا خیر اینو الان قرار بررسی کنیم به عنوان مثال ستون پخسون کی ا ایلومینه منانفانس خب این, این پخسون که معنس یک شخص اون پخسون پس چرا اینجا این ایلومینه او معنس ساز رو نگرفته همونطور که میبینیم اما در ادامه میگه ال باز ال معنس دیگه ال سه بکو اکوپه دو اینجا این اوکوپه او مؤنث بهش اضافه شده یا ال پختی درنیه اینجا باز ال پختی او مؤنث رو گرفته اینکه حالا ا ای سه اینا اوگزلیقن فعل کمکی هن تطبیق پیدا کردن با توی افعال ترکیبی با سوژه با فاعل روی پختسی اعمال میشه اما همونطور که میبینید توی جمله اول اعمال نشده این او مهندسه ولی توی این دوتا جمله اعمال شده چرا اینطوره؟ یا مثال بعدی نوسوم رانکونتغه دانزند خم ما همدیگر رو توی قطار ملاقات کردیم اینجا او اس جم رو گرفته توی این مثال دوباره اما تو جمله بعدی میگه نوزوون تو سویت اینجا ما خیلی زود بلا فاصله با هم همدل شدیم چرا اینجا این او اس جمع و معنس رو نگرفته این سمپتیزه در حالی که میبینیم دانشک سقید و فخز لورب اون لومم سوژه توی این مورد و توی این مورد سوژه همه فعلامون یکیه تو این تو این پخسون یا ال میشه اینجا هم که همون نوه ولی چه چیزی باعث میشه که اینجا اگزیلیقا تطابق داشته باشن با این سوژه توی یه سری موارد تطابق نداشته باشن مثل این مورد چه چیزی باعث این مسئله میشه؟ چه تفاوتی دارن این دوتا حالت که تطابق فعل و فاعل رو داریم در مورد فرق یا نداریم؟ اینجا این قاعده رو توضیح میده او پس کنپازه اون تیریز لگزیلیق اتخ ما اگزیلیق هامون لگزیلیق اتخ میتونست باشه یا لگزیلیق عبواخ پس برگردیم اینجا ستون پرسون کیا ایلومینه من فرانس اینجا ا اگزیلیغمون اواغه از اونجایی که اگزیلیغمون اواغه این در واقع تطابق با سوژه رو نداریم در مورد پرسی پسه ولی توی این مثال ال سی اوکوپه دو یا ال سه پختی بندرنیه هر دو اگزیلیقامون اتخ هستن و این توی این موارد که اوگزیلیقامون اتخه تطابق فعل و فاعل رو داریم تطابق فائل با پختی پسر رو داریم پس اوگزیلیق چیزیه که تعیین میکنه فعل کمکی اوواق یا اتخه که تعیین میکنه ما تطابق فعل و فاعل رو داشته باشیم یا خیر حالا چه زمانی از اوگزیلیق اتخ استفاده میکنیم چه زمانی از اوواق اوگزیلیر être برای مواردیه که پور طول لور پرونومینو زمانی که فعلمون پرونومیناله فعلمون در واقع دو ضمیر است مثل همون سانتاندر یا سو سانتیر سو و غیره و غیره بلا استثنا فعلایی که دو ضمیر هستن وقتی میخوان در واقع برن توی پس کمپوزه یا توی هر حالتی که زمان ترکیبی میشه ترکیبی از اوگزیلیق فعل کمکی و پس پسه همیشه فعلایی که دو زمیرن با اتر زمان ترکیبیشون ساخته میشه علاوه بر فعلای های این 15 تا فعل هم حالا به طور کلی میشه گفت فعلایی که جابجایی توی فضا دارن بیشتر مثلا مثل رفتن آمدن مونته دسان سوار شدن پیاده شدن بالا رفتن پایین اومدن عقیبه پختیر رسیدن رفتن خارج شدن وارد شدن آنتخه سختیق خارج شدن نتخ اینا افعالیه که اینها هم با اکسیریق اتخ پس کمپوزشون ساخته میشه نتخ به معنای متولد شدن موقیق به معنای مردن غسته ماندن غطوغنه چرخیدن تنبه انداختن دوانیق تبدیل شدن و پسه به معنای گذشتن رد شدن توی همه این موارد پختی پسمون رو با اکزیلیق اتخ میسازیم یعنی اتخ رو ب... حالا نسبت با نسبت به اون سوژهمون صرف میکنیم توی زمان حال بعدش پختی میاد اما این پختی زمانی که اگزیلیقمون فعل کمکیمون اتخه و در مورد این افعالی که اسم بردیم استفاده میشه همیشه پختی با سوژه اکاغد و داره یعنی پختی توی جمع مفرد یا مذکر و معنس بودن بایستی با سوژه تطابق داشته باشه اما اون توی لوکس یک avoir طول بقیه فعلا به جز حالا اون استثنات که گفتیم با avoir پارتی پسشون ساخته میشه که زمانی که در واقع اوگزیلیرمون فعل کمکیمون avoir این accord رو نداریم با سوژه یعنی توی مفرد و مذکر بودن و باز میخوام مفرد و جمع بودن و مذکر و مؤنث بودن تطابق نداره یعنی اس یا اس جمع یا او مؤنث رو نمیگیره